رویای سرنوشت، تصمیم گیری و هدف گذاری همه ما رویاها و آرزوهایی داریم. همه ما در اعماق روح خود میخواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم. می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم. می توانیم به طریقی خاص در دیگران نفوذ کنیم و میتوانیم جهان فعلی خود را به صورت دنیای بهتر درآوریم. آرزوی شما چیست؟ شاید رویایی است که آن را فراموش کرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است. اگر آرزوی شما عملی می شد، وضع امروزی شما چگونه بود؟ اکنون چند لحظه وقت صرف کنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست. کارهایی که گاه به گاه انجام می دهیم ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما هستند که نقش تعیین کننده دارند. پدر همه اعمال ما کدام است؟ چه عملی در نهایت تعیین کننده شخصیت و راه زندگانی ماست؟ پاسخ این پرسش در کلمه تصمیم نهفته است. در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود. من بیشتر از هر چیز اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند شرایط زندگی ما نیست بلکه تصمیم های ماست. چه کسی باور می کرد که ایمان مردی آرام و بی ادعا حقوقدانی که به اصل مسالمت معتقد بود چنان قدرتی داشته باشد که امپراتوری وسیعی را واژگون کند. با این وجود تصمیم مهاتما گاندی و اعتقاد او به اینکه بدون توسل به خشونت می توان به مردم هند کمک کرد تا دوباره زمام کشور خود را به دست گیرند یک رشته وقایع زنجیره غیرمنتظره را سبب شد. ببینید یک تصمیم که به موقع و با ایمان کامل به آن عمل می شود چه نیرویی دارد. هنگامی که خیلی ها این کار را رویای غیر ممکن تصور میکردند، استقامت و پایبندی گاندی به تصمیمی که گرفته بود، آن رویا را به واقعیتی غیر قابل انکار مبدل کرد. نکته آن است که خود را متعهد کنیم به طوری که نتوانیم از تصمیم خود برگردیم. اگر شما همین اندازه شور و شوق، ایمان و عمل در خود سراغ داشتید که بتوانید حرکتی توقف ناپذیر را به وجود آورید، دست به چه اقداماتی می زدید؟ در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیع نهاده شده است که می تواند ما را به کلیه ی آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. یک تصمیم می تواند دریچه های بسیاری را به روی ما باز کند و شادمانی یا غم سعادت یا بینوایی، با هم بودن یا انزوا، عمر طولانی و یا مرگ زودرس را به ارمغان آورد. از شما می خواهم که همین امروز تصمیمی بگیرید که بلافاصله فاصله موجب دگرگونی یا بهبود کیفیت زندگیتان شود. کاری را که به تعویق انداخته اید انجام دهید. مهارت تازه ای فرا بگیرید. با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید و یا به کسی که چند سال است با او صحبت نکرده تلفن کنید. فقط بدانید که همه تصمیم ها دارای پیامدهایی هستند. حتی اگر هیچ تصمیمی نگیرید، این خود نوعی تصمیم است. در گذشته چه تصمیم هایی گرفته یا نگرفته اید که بر زندگی امروزی شما تأثیر شدیدی داشته است. در سال 1955، خانم روزا پارکس تصمیم گرفت که از یک قانون غیر عادلانه و مبتنی بر تبعیض نژادی سرپیچی کند. وی از اینکه در اتوبوس جای خود را به سفید پوستی واگذارد امتناع کرد و این عمل او نتایجی به بار آورد که در آن لحظه به ذهنش خطور نمی کرد. آیا قصد او این بود که ساختار اجتماع را دگرگون سازد؟ قصد او هرچه بود پایبندی وی به معیارهای عالیتر زندگی او را به انجام این عمل واداشت. اگر معیارهایی را که دارید بالا ببرید و تصمیم واقعی بگیرید که بر اساس آن معیارها زندگی کنید چه تغییرات شگرفی ایجاد خواهد شد همه ما داستان زندگی افرادی را شنیده ایم که علارغم محدودیت‌های شرایط دست به کاری شگرف زده و به صورت نمونه از نیروی بیکران روح انسان در آمدند. من و شما نیز می توانیم زندگانی خود را به صورت یکی از این افسانه ها درآوریم. به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی را که در زندگیمان میافتد به دست گیریم و اگر هم نتوانیم همیشه اتفاقاتی را که در زندگیمان میافتد کنترل کنیم دست کم می بر واکنش های خود نسبت به آن وقایع و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم اگر در زندگی شما چیزی هست که از آن ناراضی هستید مثلا در زمینه روابط سلامت جسمی و یا شغل همکنون تصمیم بگیرید که بلا فاصله تغییری در آن به وجود بیاورید. هرچه بیشتر تصمیم بگیرید قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود. همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد. همین امروز در مورد دو کار که به تأخیر انداخته اید تصمیم بگیرید. یک تصمیم که گرفتن آن آسان و یک تصمیم که کمی دشوارتر باشد. بلا فاصله در جهت عملی کردن هر یک از آنها قدمی بردارید و این کار را با قدم دیگری که فردا برمیدارید ادامه دهید. با این عمل عضلات تصمیم گیری شما نیرومند می شوند و می توانید به زودی تغییراتی بزرگ در تمامی جهات زندگی خود به وجود آورید. باید خود را مقید کنیم که از اشتباه های خود پند بگیریم. نه اینکه به خود بپیچیم و خیشتن را ملامت کنیم. اگر از خطاهای خود درس نگیریم ممکن است در آینده نیز آنها را تکرار کنیم اگر موقتا کشتیتان به گل نشست به خاطر آورید که در زندگی انسان شکست معنی ندارد بلکه فقط نتیجه وجود دارد این ضرب المثل را در نظر داشته باشید موفقیت ناشی از تجربه است و تجربه غالبا نتیجه قضاوت غلط است در گذشته خود مرتکب چه اشتباهی شده اید که بتوانید از آن برای بهبود زندگی امروزی خود استفاده کنید. موفقیت و شکست معمولا منشأ واحدی دارند. شکست نتیجه خودداری از انجام عملی مثلا زدن یک تلفن، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت است. همانطور که شکست ناشی از یک رشته تصمیمات جزئی است، موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است. امروز چه عمل کوچکی می توانید انجام دهید که حرکتی را در جهت موفقیت های زندگی به وجود آورد؟ تحقیقات پژوهشگران پیوسته نشان داده است که افراد موفق معمولا به سرعت تصمیم می گیرند و وقتی انجام کاری را درست بدانند به آسانی از تصمیم خود بر نمی گردند. برعکس، اشخاص شکست خورده معمولا دیر تصمیم میگیرند. و تصمیم خود را به آسانی عوض می کنند. هرگاه تصمیم شایسته گرفتید، آن را رها نکنید. او تقریبا نیمی از عمرش را در یک ریه آهنی و نیمی دیگر را در صندلی چرخدار گذرانده است. با وجود این همه مشکلات فردی، او لابد در شرایطی نیست که بتواند کیفیت زندگی دیگران را بهتر سازد. آیا نظر شما غیر از این است؟ اد رابرتس مجسمه لحظات بی همتای تصمیم و اراده انسانی است. وی نخستین فرد معلولی است که بدون داشتن دست و پا از دانشگاه کالیفرنیا و برکلی فارغ و تحصیل شده و به ریاست اداره توانبخشی ایالت کالیفرنیا رسیده است. وی که مدافع خستگی ناپذیر افراد معلول است، توانسته است قوانینی را برای حفظ کلیه حقوق انسانی معلولین به تصویب برساند. و برای اجرای آن قوانین نیز ابتکارات بسیاری را نشان دهد. شما هیچ بهانه قابل قبولی ندارید. همکنون سه تصمیم بگیرید که وضع سلامت، شغل و روابط زندگیتان را بهتر سازد و آنگاه بر اساس آن تصمیم ها عمل کنید. چگونه می توانید چیزی نامرئی را قابل دیدن کنید؟ اولین قدم آن است که رویا و آرزوی خود را با دقت و روشنی تعریف کنید. تنها چیزی که حد توانایی های شما را مشخص می کند همین است که بتوانید با دقت خواسته خود را تعریف کنید. اکنون می خواهیم آرزوها و رویاهای شما را متبلور سازیم و ظرف چند روز آینده برنامه بریزیم که مطمئنا شما را به هدف برساند. همه ما چه بدانیم و چه ندانیم دارای هدفهایی هستیم. این هدفها هرچه باشند بر زندگانی ما تأثیر اساسی دارند. معذالک بعضی از هدف ها نظیر این که من باید قبض ها و صورت حساب های خود را پرداخت کنم هیچ شور و هیجانی در انسان ایجاد نمی کند رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدف های هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتا نیروی خلاقی را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد همکنون آگاهانه هدف های خود را انتخاب کنید هدفهایی را که به نظرتان ارزش تعقیب کردن دارند در نظر آورید. آنگاه یک هدف را که مهیجتر باشد برگزینید. چیزی باشد که به خاطر آن صبحها زودتر از خواب برخیزید و شبها دیرتر به بستر بروید. برای رسیدن به آن هدف تاریخ معینی را در نظر بگیرید و در چند سطر بنویسید که چرا حتما باید تا آن تاریخ به هدف برسید. آیا این هدف آنقدر بزرگ هست که برایتان شورآفرین باشد یا باعث شود که از چارچوب محدودیت خود فراتر بروید یا ظرفیت های نهفته خود را آشکار کنید اگر تا کنون اتومبیل یا وسیله تازه ای خریده باشید متوجه شده اید که پس از خرید مشابه آن را در همه جا مشاهده می کنید البته آن اشیا قبل از آن هم در اطراف شما وجود داشتند اما متوجه آنها نمی شدید موضوع ساده است بخشی از مغز مسئول است تا کلیه اطلاعات را قربال کند و فقط آنچه را که برای بقا و یا موفقیت ضروری است وارد ذهن نماید. بسیاری از چیزها در اطرافتان وجود دارد که به کار موفقیت و عملی شدن رویاه های شما می آیند. اما متوجه وجود آنها نمی شوید. زیرا هدفهای خود را به روشنی تعریف نکرده اید و به عبارت دیگر به مغز خود نیاموخته اید که آن چیزها دارای اهمیت هستند. پس از آنکه هدف یا امور مهم را به ذهن خود یادآور شدید، نوعی قربال ذهنی به نام سیستم فعال کننده شبکی ذهنی به کار میافتد. این بخش از ذهن مانند آهنربا عمل می کند و کلیه اطلاعات و فرصتهایی را که ممکن است موجب موفقیت سریع و رسیدن شما به هدف شود جذب می نماید. به کار انداختن این کلید نیرومند عصبی میتواند تواند ظرف چند روز یا چند هفته شکل زندگی شما را واقعا دگرگون کند. راهنمای هدف گذاری سیستم فعال کننده شبکی ذهنی RAS یک از امروز به مدت چهار روز و هر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدف گذاری کنید. توجه هدفهای خود را در دفترچه یادداشت کنید. دو در هنگام انجام این تمرین مرتبا از خود بپرسید اگر مطمئن بودم که به هر خواسته ای خواهم رسید و در هیچ زمینه ای شکست نخواهم خورد در آن صورت چه چیزی را میخواستم و چه کردم. سه خوش باشید و به عوالم کودکی برگردید در یک فروشگاه بزرگ اسباب بازی روی زانوی بابا نوئل یا امون و روز نشسته در آن حالت هیجان و انتظار هیچ خواهشی آنقدرها بزرگ نیست بهای هیچ چیزی آنقدرها گذاف نیست همه چیز در دسترس است روز اول هدفهای مربوط به رشد فردی احساس رفاه و دارندگی پایه است برای رسیدن به هر نوع موفقیت دیگر در زندگی یک پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید دلتان میخواهد چه مطالبی را بیاموزید چه مهارت را می خواهید فرا بگیرید چه خصلت هایی را می خواهید در خود به وجود آورید دوستان شما چه کسانی باید باشند خود شما چه کسی می خواهید باشید دو برای رسیدن به هر هدف مهلت معینی قائل شوید مثلا شش ماه یک سال پنج سال ده سال یا بیست سال سه بزرگترین هدفی را که می خواهید تا یک سال دیگر به آن دست یابید مشخص کنید چهار ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتما و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید. روز دوم، هدفهای شغلی و اقتصادی خواه آرزوی شما این باشد که در رشته هرفهی خود سرامد و پیشتاز باشید و میلیون بر ثروت خود بیافزایید و خواه علاقمند باشید که به عنوان دانشجوی رشته تخصصی سرمایه از علم بیاندوزید اکنون فرصت دارید که نسبت به هدفهای خود اطمینان یابید. یک، پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید. چه مبلغ پول می خواهید بیاندوزید؟ از شغل خود و یا شرکتی که در آن کار می کنید چه انتظاراتی دارید؟ در آمد سالانه مورد انتظار شما چقدر است؟ چه تصمیم هایی در زمینه مالی باید بگیرید؟ دو، برای رسیدن به هر یک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید. مثلا شش ماه، یک سال، پنج سال، ده سال یا 20 سال. سه، بزرگترین هدفی را که می خواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید. چهار، ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتما ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید. روز سوم، هدفهای تفریحی و ماجراجویانه. اگر از نظر مالی هیچ محدودیتی نداشتید، دلتان میخواست چه کنید؟ و یا چه چیزهایی را داشته باشید اگر همکنون یک قول جادویی در مقابل شما حاضر میشد تا شما را به آرزوهایتان برساند چه آرزویی می کردید؟ یک پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید دلتان میخواهد در چه اتفاقاتی حضور داشته باشید به چه ماجراهایی علاقمند هستید دو برای رسیدن به هر یک از هدفهای خود مهلت معینی قائل شوید مثلا شش ماه یک سال 5 سال، 10 سال یا 20 سال. سه، بزرگترین هدفی را که می خواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید. چهار، ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید. روز چهارم، هدفهای معنوی و اجتماعی. اکنون فرصت دارید که اثری از خود باقی بگذارید. میراسی به وجود آورید که تغییری واقعی در زندگی دیگران پدید آورد. 1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید. چه خدمتی از شما ساخته است؟ در چه اموری و به چه کسانی می توانید کمک کنید؟ چه چیزهایی را می توانید ایجاد کنید؟ 2. برای رسیدن به هر یک از هدفهای خود مهلت معینی قائل شوید. مثلا شش ماه، یک سال، پنج سال، ده سال یا بیست سال. سه بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید. چهار، ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید. هرگز هیچ هدفی را رها نکنید مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی در جهت تحقق آن برداشته باشید. همکنون لحظه ای فکر کنید و اولین قدمی را که باید در جهت رسیدن به هدف بردارید مشخص سازید. برای اینکه پیشرفت کنید چه قدمی را باید امروز بردارید. حتی یک قدم کوچک مثلا زدن یک تلفن، یک قول و یا یک برنامه ریزی مقدماتی شما را به هدف نزدیکتر می کند. آنگاه کارهای ساده ای را که باید از امروز تا ده روز دیگر انجام دهید به صورت برنامه ریزی به روی کاغذ بیاورید. یک برنامه ده روزه یک رشته عادتها را در ما ایجاد می کند و نیروی محرکی توقف ناپذیری را به وجود می آورد که موفقیت دراز مدت شما را تضمین می کند. از همکنون شروع کنید. اگر یک سال دیگر به همه ی هدفهای خود برسید، چه احساسی خواهید داشت؟ چه نظری نسبت به خودتان پیدا خواهید کرد؟ زندگی را چگونه خواهید دید؟ پاسخ به این سوالات باعث می شود تا دلایل قاطعی برای رسیدن به هدف پیدا کنید. اگر بدانید که چرا باید کاری را انجام دهید، چگونگی انجام آن به آسانی معلوم خواهد شد. از فرصت استفاده کنید و چهار هدف یک ساله خود را مشخص سازید. زیر هر یک از هدفها در یک پاراگراف شرح دهید که چرا مطلقا خود را مقید می دانید که ظرف یک سال به آن هدفها نائل شوید. رمز رسیدن به هدفها شرطی کردن ذهن است. دست کم روزی دو بار هدفهایی را که نوشته اید بررسی کنید. آنها را در جایی قرار دهید که هر روز چشمتان به آنها بیفتد. مثلا در دفتر یادداشت های روزانه، روی میز کار، در کیف پول یا روی آینه دستشویی که در هنگام اصلاح صورت آنها را ببینید. به خاطر داشته باشید که اگر دائما راجع به چیزی فکر کنید و افکار خود را روی آن متمرکز سازید به سوی آن حرکت می کنید. این راهی ساده و بسیار پر اهمیت برای برنامه ریزی نظام فعال کننده شبکه ذهنی RAS است. اگر تلاشتان برای رسیدن به هدف عوض به نظر رسید، آیا باید هدف خود را تغییر دهید؟ پاسخ مطلقاً منفی است. پشتکار ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است. بنابراین هیچ کس تا کنون صرفاً به علت داشتن علاقه به هدفی نرسیده است. انسان باید خود را متعهد و پایبند کند. آیا ممکن است که در اثر یک شکست موقتی بینش و توانایی هایی پیدا کنیم که در آینده حتی به موفقیت های بزرگتری دست یابیم؟ مسلم است. اکنون به تلاش های ظاهرن بی گذشته خود بنگرید و ببینید از آنها چه آموخته اید. چگونه می توانید با استفاده از این بینش ها چه در زمان حال و چه در آینده موفقیت های بزرگی کسب کنید. همه افراد موفق آگاهانه یا ناآگاهانه از فرمول مشابهی برای رسیدن به هدف خود استفاده می کنند. شما هم برای رسیدن به خواسته خود این چهار دستور ساده را به کار بندید. فرمول نهایی موفقیت 1. ابتدا خواسته خود را مشخص کنید. دقیق باشید، روشنی بیان نوعی قدرت است. 2. دست به عمل بزنید، زیرا داشتن آرزو کافی نیست. 3. ببینید نحوه عملکرد شما برای رسیدن به هدف مفید و مؤثر هست یا نه. برای یک فرضیه بی ارزش، نیروی خود را بیهوده هدر ندهید. چهار، فرضیات و شیوه کار خود را آنقدر عوض کنید تا به هدف برسید. قابلیت انعطاف باعث می شود که نظرات تازه‌ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید. هنگام تعقیب هدفها غالبا به نتایجی غیر منتظر دست می آبیم. آیا زنبور اصل عمدن می خواهد گلها را بارور سازد؟ خیر، بلکه زنبور در پی جمعآوری شهد پاهایش به گرده گلها قشته می شود و هنگامی که به روی گل دیگر می نشیند، ندانسته یک رشته اکسل عملهای زنجیره ای را باعث می شود و در نتیجه دامنه کوسار هر روز به رنگی دلپذیر در می آید. به همین ترتیب، شما نیز هنگامی که به دنبال هدفهای ارزشمند خود می روید، ممکن است منابع پیشبینی نشده ای هم نصیب دیگران سازید. حتی تصمیم ساده ای نظیر اینکه به فلان دوست قدیمی تلفن کنید ممکن است پیامدهای مثبتی داشته باشد که اصلا فکرش را نمی کردید. تلاش های فعلی شما چه منافعی برای دیگران دارد؟ مقصود واقعی از داشتن هدف آن است که ضمن تعقیب هدف شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی ساخته می شود. پاداش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان پیدا می کنید. اکنون دقایقی وقت صرف کنید و به طور خلاصه بنویسید که برای رسیدن به هدفهای خود باید چه خصلتها، خصوصیات، مهارتها، تواناییها، طرز فکرها و عقایدی را در خود ایجاد کنید. لذت و شادی را فراموش نکنید. در نظر بسیاری از اشخاص، هدفگذاری به این معنی است که وقتی به هدف بزرگی رسیدند، آنگاه می از زندگی خود لذت ببرند. ما می با شادمانی به هدف برسیم. نه اینکه ابتدا به هدف برسیم و آنگاه شادی کنیم. سعی کنید از هر روز عمر خود به کامل ترین صورت استفاده نمایید. شهدی را که در هر یک از لحظات حیات موجود است بچشید. ارزش زندگانی را با ملاک پیشرفت خود اندازه نگیرید بلکه به خاطر داشته باشید که جهت حرکت شما مهمتر از نیل به هدف موقت است. جهت حرکت شما رو به کدام جانب است؟ آیا از هدفهای خود دور می یا به آنها نزدیک می گردید؟ آیا لازم است در شیوه های خود تجدید نظر کنید؟ آیا از زندگی خود به طور کامل لذت می برید؟ اگر پاسختان منفی است، همکنون تغییری در یکی از زمینه ها ایجاد کنید. شاید بارها این جمله را از اشخاص شنیده باشید که آیا سهم من از زندگی همین است؟ فضانوردان آپولو که تقریبا تمام عمر خود را وقف سفر به کره ماه کرده بودند در آن لحظه افتخار آفرین و تاریخی که قدم به ماه گذاشتند احساس غرور می کردند. اما پس از آن که به زمین برگشتند بعضی از آنها دچار افسردگی شدید شدند آیا هدفی باقی مانده بود که انتظارش را بکشند؟ آیا هدفی بزرگتر از سفر به کره ماه و کشف فضای خارج از زمین وجود داشت؟ بلی، شاید فقط یک هدف وجود داشته باشد و آن کشف فضای روح و دل انسانی است. همه ما نیاز داریم که دائما احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم. این غذایی است که روح ما به آن محتاج است. وقتی به هدفهایی که برای خود قرار داده اید نزدیک می شوید، فراموش نکنید که باید بلا فاصله هدف تازه‌ای برای خود انتخاب کنید و برای آینده‌ای که حتما خواهد آمد برنامه داشته باشید. هدف نهایی چیست؟ شاید این باشد که کار ارزشمندی انجام دهیم. پیدا کردن راهی برای کمک به دیگران آنان که سمیمانه دوستشان می داریم باعث می شود که در همه عمر احساس سعادت کنیم. برای کسانی که بخواهند وقت، انرژی، سرمایه و نیروهای خلاق خود را در راه خیر صرف کنند، همیشه در این جهان جایی وجود دارد. امروز چه عمل محبت آمیزی می توانید نسبت به فرد دیگری انجام دهید؟ همکنون تصمیم بگیرید، دست به عمل بزنید و از احساسی که پیدا خواهید کرد لذت ببرید. جورج برنز، کمدین محبوب، اهمیت انتظار را به خوبی درک کرده است. تمام فلسفه زندگی او در این کلمات خلاصه می شود. باید در زندگیتان چیزی وجود داشته باشد که به خاطر آن از بستر خارج شوید. در حال خواب نمی توان کاری انجام داد. مهمترین است این است که در زندگی خود نقطه روشن و جهت مشخصی داشته باشید که رو به آن سو حرکت کنید. وی اکنون بیش از 90 سال سن دارد و هنوز در فیلم های سینمایی و تلویزیونی بازی می کند. او سالن پالیدیوم لندن را برای اجرای برنامه در سال 2000 میلادی از همکنون رزرو کرده است که در آن هنگام وی 104 سال سن خواهد داشت. این گونه آینده سازی ها را چگونه می بینید؟ بیشتر مردم تصور می کنند که در ظرف یک سال کارهای زیادی می توان انجام داد. اما در عین حال کارهایی را که در مدت ده سال می توانند به پایان برسانند دست کم می گیرند. شما ده سال دیگر چه وضعی خواهید داشت؟ به چیزی فکر کنید که امروزه آن را در اختیار دارید. اما زمانی در نظرتان هدف رویایی جلوه می کرده است. شاید برای رسیدن به آن هدف موانعی هم بر سر راهتان بوده است. و با وجود این اکنون جزئی ای از زندگی شماست. وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانه ای مواجه می شوید، به یاد آورید که از این موانع قبلا هم در زندگیتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده اید. روح انسانی واقعا تسخیر ناپذیر است. قدرت اراده و میل به پیروزی، موفقیت، سامان دادن به زندگی و تسلط بر آن تنها هنگامی در شما بیدار می شود که بدانید چه می خواهید و باور داشته باشید که هیچ مشکل و مسئله و مانعی نمی تواند جلوی شما را بگیرد. وجود موانع تنها به این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند بیشتر جزم کنید. بخش دوم چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم؟ رنج، لذت و نیروی روحیه برای اینکه به خواسته های خود برسید، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش و کوشش در جهت رسیدن به هدف باز می دارند. کارهایی هست که تا آخرین لحظه از انجام آنها خودداری می کنیم. مثلا پرداخت مالیات. علتشان است که پرداخت مالیات ممکن است بعدا حتی ما را دچار عواقب دردناکتری سازد. اما همین که چارده آوریل فرا می رسد، تمام تردیدها و تعلل‌ها از میان می رود. زیرا نظر ما درباره آنچه که مایه رنج یا لذت است عوض می شود و متوجه می شویم که انجام ندادن عمل به مراتب دردناکتر از انجام دادن آن است. برای ایجاد تغییر در زندگی می توان از همین نکته استفاده کرد. در آینده به جای اینکه از خود بپرسید چگونه می توان از انجام این کار دردناک خودداری کرد، بپرسید اگر اکنون این کار را نکنم در آینده به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد. نیروی رنج می تواند در خدمت شما باشد به شرط اینکه از آن به صورت صحیح استفاده کنید. آیا ما نیز صرفا نوعی حیوان هستیم و همچون سگ معروف پاولوف در مقابل تنبیه یا پاداش عکس عمل نشان می دهیم؟ البته چنین نیست. یکی از امتیازات بزرگ انسان بودن این است که می توانیم خودمان تعیین کنیم که از چه چیزی رنج یا لذت ببریم. به عنوان مثال کسی که دست به اعتصاب قضا میزند، زند، رنجی جسمانی را تحمل می کند و حتی ممکن است از کار خود لذت ببرد. زیرا اعتقاد دارد که با جلب توجه جهانیان به هدف ارزشمند خود نتایج مثبتی به دست می آورد. همه ما دارای این حق انتخاب هستیم. رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم. آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد که نسبت به آن رنجی غیر ضروری را احساس کنید؟ آیا در مقابل آن صرفاً واکنش نشان می دهید یا از حق انتخاب خود استفاده می کنید؟ آیا می توانید مرکز توجه خود را تغییر دهید و واقعی ظاهرا دردناکی را به فرصت لذت بخش برای یادگیری، رشد یا کمک به دیگران مبدل کنید؟ چیزهایی که آنها را باعث رنج و یا مایه لذت میدانید سرنوشت شما را شکل می دهند. برای خلاصی از رنج و کسب لذت هر کسی الگوی رفتاری خاصی را فرا گرفته و از آن استفاده می کند. بعضی به الکل، مواد مخدر و پرخوری پناه میبرند و یا با دشنام و اهانت دیگران را میآزارند. بعضی دیگر از ورزش، یادگیری، گفتگو کمک به دیگران و یا ایجاد دگرگونی ها کسب لذت می کنند. الگوی رفتاری شما برای فرار از رنج و کسب لذت چیست؟ این الگوها تا کنون چه تأثیری بر نحوه زندگی شما گذاشته است؟ فهرستی از شیوه های مورد استفاده خود تهیه کنید. هنگامی که می از اوقات خود لذت بیشتری ببرید به تماشای تلویزیون می سیگاری روشن می کنید؟ می خوابید؟ آیا راه های برای فرار از رنج و کسب لذت سراغ دارید؟ در بیشتر مردم ترس از زیان قویتر از میل به جلب منفعت است. اغلب افراد برای حفظ چیزهایی که دارند بیشتر حاضر به تلاش هستند تا برای تحقق آرزوها و رویاهای خود. دو حالت را در نظر بگیرید. حالت اول در پنج سال گذشته یکصد هزار دلار اندوخته اید و می خواهید آن را از دست برد و آفت حفظ کنید. حالت دوم طرحی در پیش رو دارید که اگر آن را اجرا کنید ظرف پنج سال آینده یکصد هزار دلار به دست می آورید. برای کدام یک از این دو هدف حاضرید بیشتر تلاش کنید. وقتی در دیگران عظمتی را مشاهده می کنیم غالبا تصور می کنیم که آنها اصولا خوشبخت هستند. و استعداد یا موهبت خاصی به آنها عطا شده است. حقیقت آن است که این افراد از نیروها و منابع انسانی خود بهتر استفاده کردند. زیرا اگر تمام جوهر وجودی خود را ظاهر نمی کردند و همه توان خود را به کار نمی گرفتند، دوچار رنجی عظیم می شدند. به عنوان مثال، زندگانی ایثارگرانه مادر ترزا ناشی از این است که وی رنجهای دیگران را رنجهای خود می داند. و لذا به کمک هر کس که در گوشه ای از دنیا رنج می برد می شتابد. بزرگترین لذت او در این است که آلام و دردهای بشری را تخفیف دهد. شما بیش از همه از چه چیزی رنج یا لذت می برید و این موضوع چه نقشی در زندگی امروزتان داشته است. اغلب الگوهای خود اخلالی ناشی از عواطف مختلط هستند و این عواطف مسلما مانع لذت و موفقیت ما در زندگی می شوند. مثلا خیلی از مردم میگویند که خواهان پول بیشتر هستند این افراد مسلما دارای هوش و استعداد کافی هستند و می توانند راهی برای افزودن بر دارایی های خود پیدا کنند آنچه مانع این افراد می شود عواطف مختلف یا شرطی شدن های مختلف است این اشخاص ممکن است قبول داشته باشند که پول فراوان به معنی آزادی و امنیت بیشتر و قدرت کمک به افراد مورد علاقه آنهاست لاکن در عین حال فکر می کنند که پول زیادی موجب اسراف، ابتزال و تجاوز می شود. اگر روزی متوجه شدید که دارید دو قدم رو به جلو بر می دارید و یک قدم رو به عقب، یقین بدانید که به صورت مختلط شرطی شده اید. یعنی رسیدن به هدف را هم باعث رنج می دانید و هم مایه لذت. آیا دچار عواطف مختلفی هستید که بر زندگیتان اثر گذاشته باشد؟ آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد که بخواهید آن را بهتر سازید؟ مثل وضعیت مالی یا روابط با دیگران ولی به نظر برسد که عاملی شما را به عقب می کشاند و مانع اقدام می شود؟ پاسخ خود را روی یک صفحه کاغذ بنویسید و گاه خطی عمودی در وسط آن صفحه رسم کنید. در ستون سمت راست، عواطف منفی و در ستون سمت چپ، عواطف مثبتی را که نسبت به آن دارید بنویسید. آیا کفه سمت راست به سمت چپ می چربد؟ آیا احساسی منفی وجود دارد که به تنهایی هم وزن تمام عواطف مثبت باشد؟ این تعادل یا عدم تعادل چه نقشی در موفقیت های قبلی شما داشته است؟ در زیر نور درخشان آگاهی، غالبا عواطف منفی قدرت خود را از دست می دهند. آگاهی اولین قدم است. گاهی انسان بر سر دراهی هایی قرار می گیرد که هر دو به رنج منتهی می شود. به عنوان مثال بعضی ها در زندگی زناشویی خود احساس بدبختی می کنند اما اگر از هم جدا شوند تنها می شوند و بیشتر احساس بدبختی خواهند کرد در نتیجه هیچ کاری نمی کنند و همچنان احساس بدبختی می کنند به جای اینکه احساس کنید در دام افتاده اید سعی کنید از نیروی رنج به سود خود استفاده کنید ببینید در گذشته و حال چه کشیده اید رنج را با چنان شدتی احساس کنید که شما را وادار به عمل سازد و سرانجام ناچار شوید که فکری برای وضعیت خود بکنید. ما به این حالت آستانه احساس می گوییم. به جای اینکه حالتی انفعالی داشته باشید و صبر کنید تا این حالت عاطفی اجتناب ناپذیر به سراغتان بیاید، چرا آگاهانه و فعالانه آن را در خود ایجاد نمی کنید تا انگیزه قوی در شما به وجود آید و سعی کنید از همین امروز زندگی خود را بهتر سازید. استفاده از نیروی اراده هرگز کاری صورت نمی دهد و یا لاعقل در دراز مدت شیوهی غیر مؤثر است. آیا تا کنون در زمینهی مثلا در زمینه وضع جسمانی خود به آسانه احساس رسیده اید؟ در چه مرحله ای دچار آن احساس شده اید؟ شاید با استفاده از قدرت اراده و گرفتن رژیم غذایی با خیشتن به مبارزه پرداخته باشید اما البته هر نتیجه ای که گرفته اید جنبه موقت داشته است زیرا محروم کردن خیشتن از غذا همیشه دردناک است و مغز شما هرگز اجازه نمی دهد در شرایطی که راه دیگری وجود داشته باشد دائما رنج را تحمل کنید پس چه باید کرد راه حل آن است که به جای مبارزه با قرایز طبیعی، حالت شرطی خود را نسبت به غذا عوض کنید تا اینکه میل به غذا در شما کم شود و خوردن غذا دیگر لذت بخش نباشد. دائما دردسرهایی را که در اثر پرخوری کشیده اید، به خود یادآوری کنید. پرخوری را رنجاور و ورزش را امری لذت بخش تلقی کنید تا به طور خودکار در مسیر صحیح بیفتید. یکی از تعریف موفقیت از نظر من این است. طوری زندگی کنید که دائما احساس لذت فراوان کنید و کمتر دچار رنج شوید و با توجه به شرایط زندگیتان کاری کنید که اطرافیانتان نیز طعم خوشی و لذت را بیشتر بچشند تا مزه رنج و سختی را برای انجام این کار باید از رشد فکری برخوردار باشید و شوق کمک و خدمت در سر داشته باشید با توجه به این تعریف تا چه حد موفق هستید برای اینکه امروز از زندگی خود لذت بیشتری ببرید و یا باعث شوید که نزدیکانتان بیش از پیش از زندگانی خود بهرهمند شوند چه می توانید بکنید؟ تعلل و عقب انداختن کارها یکی از شایع ترین راه های فرار از رنج است. اما اگر کاری را به تأخیر بیاندازید، معمولا نتیجه اش این است که بعدا به رنج و دردسر بزرگتری دچار می شوید. چه کارهایی را قبلا به تعویق انداخته اید که امروز باید به آنها رسیدگی کنید؟ صورتی از این کارها را تهیه کنید و آنگاه به پرسش های زیر پاسخ دهید. 1. چرا تا کنون این کار را انجام نداده ام؟ قبلا چه رنج هایی را به انجام این کار نسبت دادم؟ 2. این الگوی منفی تا کنون چه سودی برایم داشته است؟ 3. اگر اکنون این رفتار را تغییر ندهم در آینده به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد و چه احساسی خواهم داشت چهار اگر هر یک از این کارها را اکنون انجام دهم چه فواید و لذتهایی برایم در پی خواهد داشت شاید تا کنون برایتان اتفاق افتاده باشد که پس از انجام کاری با خود گفته اید چطور چنین اشتباه احمقانه ای را مرتکب شدم و یا برعکس کاری را انجام داده و سپس فکر کرده اید عجیب است چگونه به انجام چنین کاری موفق شدم چه عاملی سبب می شود که عملکردمان بد و یا برعکس عالی باشد این موضوع ارتباط چندانی با توانایی ما ندارد بلکه این حالت روحی و یا جسمی ما در هر لحظه است که باعث می شود افکار، اعمال، احساسات و یا عملکردهایی از ما سر بزند. اگر راز دستیابی به حالات روحی و عاطفی نیرومند را دریابید، واقعا می توانید دست به کارهای شگفت آور بزنید. اگر در حالت صحیح روحی باشید، بدون اینکه ظاهرا کوششی به عمل آورید، افکار و نظرات تازه‌ای در ذهنتان جریان می‌یابد. اگر همه روزه در شرایط بالای روحی و فکری بودید، چه کارهایی را می توانستید انجام دهید؟ فرهنگ جامعه صورتی از چیزهای مطلوب را به همه ما فروخته است. به ما آموختند که روزی پس از آنکه همه وقایع به شکل صحیحی اتفاق افتادند، سرانجام خوشبخت خواهیم شد. هنگامی که همسر شایسته خود را یافتیم، هنگامی که به قدر کافی پول به دست آوردیم، هنگامی که از نظر جسمی در سلامت کامل بودیم، هنگامی که فرزندانی داشتیم و هنگامی که بالاخره بازنشسته شدیم. حقیقت آن است که آنچه به دست می آوریم احساس خوشی و رضایت را در ما به وجود نمی آورد. مگر آنکه یاد بگیریم که حالت ذهنی خود را به سرعت عوض کنیم. از این گذشته شما این چیزها را برای چه می خواهید؟ آیا غیر از این است که به اعتقاد شما همسر دلخواه، فرزند، پول و غیره سبب می شود که احساس بهتری پیدا کنید؟ اما سرانجام پس از آنکه به چیزهایی که میخواهید رسیدید چه کسی احساستان را بهتر میسازد؟ البته خودتان چنین میکنید. پس چرا منتظرید؟ همکنون این کار را انجام دهید. آیا میدانید چگونه باید حال خود را بهتر سازید؟ آیا امکان دارد کاری کنید که همکنون احساس خوشبختی کامل، هیجان و شور و شوق کنید؟ مسلم است. کافی است که مرکز توجه خود را تغییر دهید. آیا به خاطر میآورید که زمانی کار بزرگی انجام داده و خود را سرفراز و موفق احساس می کرده اید. آن حالت را به طور روشن و زنده و با تمام جزئیات در نظر مجسم کنید. صداهایی را که شنیده اید به خاطر آورید. زربان قلب خود را احساس کنید. مانند همان زمان نفس بکشید. همانطور قیافه بگیرید و بدن خود را مانند آن موقع به حرکت درآورید. آیا هیچ هیجانی در خود احساس نمی کنید؟ آیا ممکن است هر وقت که دلتان بخواهد همین احساس را در خود ایجاد کنید؟ در زندگی برای درک و تجربه هر چیزی راههای گوناگونی هست. روح ما مانند گیرنده است که میتواند برنامه های شاد یا غمانگیز مختلفی را پخش کند. در هر لحظه می توانیم دچار هر نوع احساسی که مایدیم ما بشویم. کافی است که کانال صحیح را بگیریم. این کار چگونه امکان پذیر است؟ برای تغییر فوری روحیه دو راه وجود دارد. راه اول آن است که ذهن خود را به چیز دیگری متوجه کنیم. به یکی از درخشان ترین لحظه های زندگی خود فکر کنید. با به خاطر آوردن آن چه احساسی پیدا می کنید. ذهن خود را می توانید متوجه چه چیزهای دیگری بکنید تا احساسی خوشایند و حالی خوب پیدا کنید. برای تغییر فوری حالت روحی راه دومی هم هست که فردا به آن میپردازیم تغییر مرکز توجه فقط یکی از راه های تغییر روحی است. راه سریعتر و مؤثرتری هم هست و آن استفاده از شیوه های جسمانی و یا به اصطلاح فیزیولوژیکی است. بیشتر مردم هنگامی که از روحیه خود ناراضی هستند و میخواهند حال بهتری پیدا کنند به الکل، غذا، سیگار، خواب یا مواد مخدر متوصل میشوند شوند. بعضی ها هم راه های مثبتتری نظیر رقص، آواز، ورزش و یا عشقبازی را انتخاب می کنند. هر یک از حالات روحی با تغییرات جسمانی مشخصی همراه است. افراد افسرده چه قیافه ای دارند؟ شانه فرو افتاده و سرشان پایین است. به طور کم عمق نفس می کشند. عضلات چهرهشان شل و قیافهشان بی تفاوت است. برعکس در مواقعی که شاد و سر حال هستیم، شانه های من بالا است و حالت طبیعی دارد. سرمان را بالا نگه می داریم و به طور کامل نفس می کشیم. می آگاهانه این تغییرات را در جسم خود به وجود آوریم و بلا فاصله حالت روحی دلخواه را در خود ایجاد کنیم. بعضی از کارهای بسیار ساده ممکن است نتایج بسیار بزرگی داشته باشد. اگر می خواهید حالت سرگرم ای در خود ایجاد کنید که نتایج دور از انتظاری هم داشته باشد، برای مثال چنین تمرینی انجام دهید. خود را مقید کنید که در هفت روز آینده روزی پنج بار و هر روز روزی یک دقیقه در مقابل آینه قرار بگیرید و فقط نیش خود را گوش تا گوش به لبخند باز کنید. این کار ممکن است در ابتدا کمی احمقانه به نظر برسد. اما وقتی روزی چند نوبت این عمل را تکرار کنید، سلسله اعصابتان به طور مداوم تحریک می شود تا احساسی از شادمانی، بیخیالی، شوخی و سادگی را در شما ایجاد کند. مهمتر که خود را نسبت به حال خوب داشتن شرطی می کنید و عادت شادمانی جسمی را در خود به وجود می آورید. پس همکنون یک دقیقه وقت صرف کنید و این کار را محض تفریح انجام دهید. سن شخص چندان به گذشت زمان بستگی ندارد بلکه بیشتر به طرز تفکر و وضع جسمی او مربوط می شود. خیلی ها هستند که سالهای زیادی را پشت سر گذاشتند اما هنوز شلنگ انداز راه می روند و افکارشان هم هنوز خشک و غیر قابل انعطاف نشده است به طور مثال در روزهای بارانی وقتی اشخاص مسن به گودال پر از آبی میرسند نه فقط آن را دور میزنند بلکه در تمام آن مدت شکوه و شکایت میکنند و غر میزنند برعکس کودکان و آنان که هنوز دلشان جوان است به میان آب میپرند آب را به اطراف میپاشند و خوش میگذرانند گودالهای زندگی را وسیله شادمانی قرار دهید. هنگام راه رفتن پاهایتان حالت فنری داشته باشد و لبخند را فراموش نکنید. به خوشرویی، شیطنت و سرزندگی اهمیت بدهید. شما انسان زندهی هستید. برای احساس خوب داشتن به هیچ علت و دلیلی نیازی نیست. برای اینکه زندگی پرمایه تری داشته باشیم، بهترین راه این است که دامنه عواطف و احساسات خود را وسعت دهیم. در هفته ای که گذشت، دچار چند نوع عواطف و احساسات گوناگون شده اید. آنها را یادداشت کنید. اکنون عواطفی را که نوشته اید بررسی کنید. اگر تعداد آنها از دوازده کمتر است، چند احساس دلپذیر را به آنها بیافزایید. بعضی ها از میان هزاران احساسی که می توانند داشته باشند، فقط چند مورد را تجربه کردند. توجه داشته باشید که فقط با تغییر مرکز توجه و یا تغییر حالت جسمانی می توانید قلم روی عواطف خود را گسترده تر کنید. یکی از عواطف مثبت و دلپذیر را به طور دلخواه انتخاب کنید. طوری بیستید، حرکت کنید، قیافه بگیرید و سخن بگویید که گویی دچار آن احساس هستید. از تغییری که بلافاصله در روحیه و احساستان پیدا می شود لذت ببرید. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که زمانی از خشم دیوانه شده و یا احساس درماندگی و گرفتاری کرده باشید و اکنون که به گذشته خود مینگرید از اینکه به خاطر چه چیزهایی از جا در رفته اید خنده تان بگیرد همه ما این جمله قدیمی را از دیگران شنیده ایم که یک روز به یاد رفتار امروزت میافتی و خنده ات می گیرد. یکی از استادان من به نام ریچارد بندلر یک بار گفت چرا صبر کنیم چرا همین حالا خنده ایمان نگیرد؟ این کار را همین امروز امتحان کنید. به چیزی بخندید که قبلا آن را تحمل ناپذیر و عذاب آور می‌دانستید. آیا احساس نمی کنید که اوضاع برایتان قابل تحمل تر شده است؟ همسر شما قرار است تا کنون به منزل برگشته باشد، اما دیر کرده است. چه فکری می کنید؟ نتیجه می‌گیرید که به وقت شناسی اهمیت نمی‌دهد؟ نگران می‌شوید و فکر می‌کنید که در بین راه تصادف کرده باشد؟ یا تصور می کنید که بین راه توقف کرده است تا برایتان هدیه بخرد. احساسات ما بستگی به این دارد که فکرمان را متوجه چه چیزی بکنیم و نوع احساسمان به شدت بر عملها و عکس عمل ما اثر میگذارد. به جای اینکه فورا نتیجه گیری کنید همه اطراف و جوانب را بسنجید و حالات ممکن را در نظر بگیرید. آنگاه توجهتان را به حالتی جلب کنید که شما و اطرافیانتان را نیرومندتر سازد. برای درک نیروی تمرکز و توجه بهترین مثالی که میتوان ذکر کرد مسابقات اتومبیل رانی سرعت است وقتی اتومبیل شما منحرف می شود و به سوی دیواره می رود عکس عمل طبیعی معمولا این است که حواستان را به دیواره جمع می کنید تا با آن برخورد نکنید اما اگر توجهمان را به چیزی جلب کنیم که از آن وحشت داریم به طور قطع همان بلایی که از آن می ترسیم به سرمان می آید. مسابقه دهندگان حرفه‌ای می‌دانند که به هر طرف توجه کنند، اتومبیل به طور ناخواسته به همان طرف منحرف می‌شود. به این دلیل این رانندگان که دائما جانشان در خطر است، سعی می‌کنند به محض مواجه شدن با این خطر، به جای نگاه کردن به دیوارها، به جاده اصلی توجه کنند. در زندگی نیز بیشتر مردم به جای چاره‌اندیشی، اندیشی به بلاهایی فکر می کنند که نمی به سرشان بیاید. اگر با ترس خود مبارزه کنید، ایمان و توکل داشته باشید و نیروی تمرکز خود را تحت انضباط درآورید، اعمالتان به طور طبیعی شما را به مسیر صحیح هدایت خواهد کرد. اکنون ترس را رها کنید و به چیزهایی توجه نمایید که واقعا طالب آن هستید و لیاقت آن را دارید. حرکت شور می اگر یک روز دلتان نخواست که به پیاده روی یا دو آهسته بپردازید، چه مانعی دارد که برای نرمش صبحگاهی و جست و خیز از منزل خارج شوید این حرکات اثر نیرومندی بر تغییر روحیه دارد زیرا 1. نرمش و جست ورزشی عالی است دو فشاری که بر بدن وارد می کند کمتر از فشاری است که در هنگام دویدن بر بدن وارد می شود سه در هنگام جست و خیز نمی توانید از لبخند زدن خودداری کنید چهار رانندگان اتومبیل ها نیز با دیدن شما لبخند میزنند و سرگرم می شوند. موثرترین راه کنترل نیروی تمرکز استفاده از پرسش است. هر سوالی که از خود بکنید مغز پاسخی برای آن پیدا می کند. به عنوان مثال اگر بپرسید چرا فلانی از من سوء استفاده می کند بی اختیار ذهنتان متوجه مواردی می شود که آن شخص سرتان را کلاه گذاشته است. خواه اصلا این موضوع حقیقت داشته یا نداشته باشد اما اگر بپرسید چگونه میتوانم این مشکل را رفع کنم بدون تردید به پاسخهایی می رسید که نتیجه اش برداشتن قدم های مثبت است پرسش صحیح دارای نیرویی است که نمونه آن را می توان در شرح حال یک کودک کتک خورده یافت این کودک که در یک نزاع دبستانی از کودک بزرگتر از خود کتک خورده بود به منظور انتقام تفنگی به چنگ آورد و به تعقیب آن کودک قلدر پرداخت اما درست در لحظه‌ای که می‌خواست ماشه را بکشد به خود آمد و از خود پرسید اگر ماشه را بکشم چه اتفاقی می‌افتد ناگهان تصویری از زندان و بلاهایی که ممکن است بر سرش بیاورند در نظرش مجسم شد لوله تفنگ را به طرف درختی گرفت و به آن شلیک کرد این پسر بو جکسون بود یک انحراف توجه یک تصمیم سنجیده و ناشی از مقایسه رنج و لذت باعث شد پسری با آینده ای نامعلوم به یکی از بزرگترین قهرمانان ورزشی مبدل شود. امروز چه پرسش های زندگی سازی می توانید از خود بکنید؟ آیا کسی تا کنون به شما گفته است که آینده اتان درخشان است؟ از شنیدن این گفته چه احساسی پیدا کرده اید؟ اگر می گفت که آینده اتان تاریک است چطور؟ ممکن است به شما بگویند نظرات شما به گوش خوش می آید. و یا طرح ما فریاد میزند که باید اصلاح شود ممکن است درباره کسی گفته باشید از دیدنش چندشم هم می شود و یا رفتارش واقعا سرد است هر دسته از این کلمات تأثیری متفاوت بر روی افراد دارد کسانی که معمولا از آینده روشن یا تاریک سخن میگویند از تعبیرهای بصری استفاده می کنند بعضی ها به علائم شنیداری حساس ترند به گوش خوش می آید فریاد میزنند و غیره بعضی ها هم برای بیان مقصود از کلماتی استفاده می کنند که به حس لامسه مربوط است. چندش هم می شود؟ واقعا سرد است. توجه شما معمولا به کدام یک از این سه حس بیشتر است؟ بعضی ها برای بهبود حالت روحی خود به سیگار، الکل، پرخوری، سوء استفاده از کارت های اعتباری و یا راه های منفی دیگر پناه می برند. آیا راه های سالمتری هم برای ایجاد روحی وجود دارد؟ چند دقیقه در این باره فکر کنید. یک برای اینکه رنج ها را از خود دور کنید و احساسات لذت بخشی را جایگزین آن سازید، چه شیوه هایی را مثبت می دانید؟ آنها را روی کاغذ بیاورید. دو راه های تازه ای را که قبلا از آنها استفاده نکرده اید و به نظرتان مؤثر می آیند به آنها اضافه کنید. دست کم پانزده شیوه را برای رفع دلتنگی ذکر کنید و چه بهتر که تعداد آنها را به 25 و یا بیشتر برسانید. این تمرینی است که می توانید آن را بارها تکرار کنید تا سرانجام صدها راه سالم برای تغییر روحیه کشف نمایید. هنگامی که در بزرگ راه رنج و دلتنگی به مقصد شادی و لذت سفر می کنید به کشف راه های گوناگون و مثبتی بپردازید که مناظر اطراف را دلپذیر می سازد. بعضی از این راه ها را آزمایش کنید. آهنگ های مورد علاقه خود را زمزمه کنید. به مطالعه چیزی بپردازید که مطالبش را بتوانید به کار بندید. به تماشای یک فیلم کمدی و یا برنامه شاد تلویزیونی بپردازید و بخندید. چند بار طول استخر را شنا کنید. از صرف غذا با افراد خانواده یا یکی از دوستان لذت ببرید. مدتی در وان آب گرم استراحت کنید. به خلق چند نظریه تازه بپردازید. با فرد تازه ای آشنا شوید. لطیفه های ای برای دوستان خود تعریف کنید و بدانید که باز هم شما را دوست خواهند داشت. با همسر خود گرم و صمیمانه گفتگو کنید. همکنون یکی از راه های بالا را انتخاب و امتحان کنید. بخش سوم نیروی سازنده، نیروی نابود کننده، اعتقادات. چه عاملی سبب می شود که در زندگی خود راهها و هدفهای معینی را انتخاب کنیم؟ این عامل اعتقادات ماست. عقیده به اینکه توانایی های ما چقدر است و چه کارهایی ممکن یا غیر ممکن است. در فرهنگ مردم هاییتی، پزشک جادوگر قبیله دارای چنان قدرت مرموزی است که می تواند با یک اشاره فردی را حلاک کند. اما در واقع آنچه موجب مرگ آن فرد می شود قدرت جادوی پزشک نیست بلکه اعتقاد افراد به قدرت فوق تصور اوست آیا در زندگی خود تا کنون انتظار واقعی ناگواری را کشیده اید؟ اثر آن انتظار بر زندگیتان چه بوده است؟ چه عقاید مثبتی بر زندگی فعلی شما اثر گذاشته است؟ چه انتظارات مثبت تازه‌ای می توانید در خود یا دیگران ایجاد کنید؟ مردم جهان به مدت هزاران سال بر این عقیده بودند که انسان با توجه به ساختار جسمی خود قادر نیست مسافت یک مایل را در چهار دقیقه بدود. با وجود این، فردی به نام راجر بانیستر این مسافت را در کمتر از چهار دقیقه دوید و این باور را در هم شکست. وی چگونه به این کار توفیق یافت؟ آنقدر موفقیت خود را به چشم دل دید و چنان تصویر زنده از موفقیت در ذهن خود تشکیل داد که سرانجام فرمانی بیچون و چرا به سیستم عصبی خود صادر کرد و نتیجه جسمی به دست آورد که با آن تصویر ذهنی هماهنگ بود. پس از آن کسان دیگر نیز از بانیستر پیروی و باور کردند که آنان نیز قادر به چنین کاری هستند. لذا ظرف یک سال افراد بسیاری موفقیت او را تکرار کردند. در مقابل شما چه صدی است که باید آن را در هم بشکنید؟ کدام کار در نظرتان غیر ممکن جلوه می کند که اگر آن را ممکن میدانستید و انجام میدادید، زندگی خودتان و اطرافیانتان دگرگون می شد. بسیاری از مردم گناه نارسایی های زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند. در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد خود آن وقایع نیست بلکه معنایی است که ما به آن رویدادها می دهیم. در جنگ ویتنام دو نفر تیر می خورند. هر دو اسیر می شوند و بارها تحت شکنجه قرار می گیرند. یکیشان دست به خودکشی می زند و دیگری روز به روز ایمانش نسبت به انسانیت و خالق متعال قویتر می شود. امروز شرح زندگی این مرد که جرالد کافی نام دارد یادآور نیروی عظیم روح انسانی است که می تواند بر هر گونه درد و رنج و مانع و مشکلی غلبه کند آیا در گذشته شما و آشنایانتان واقعی هست که مانع احساس شادی و خوشبختی امروزتان باشد آیا می توانید این اتفاقات را به صورت دیگری معنا کنید آیا این وقایع شما را پخته تر و نیرومندتر کردند آیا می توانید بر اساس این تجارب تلخ دیگران را که با همین مشکل روبرو هستند راهنمایی کنید؟ علت کارهایی که مردم می کنند چیست؟ تنها علت رفتارهای ما اعتقاد و باور است. گرچه عجیب است ولی اگر مردم باور کنند که برای رفع بیماری باید جمجمه خود را با مته سوراخ کنند چنین می کنند و نتیجه هم می گیرند. خواه این عقیده پایه و اساس درستی داشته باشد خواه نداشته باشد و اگر هم معتقد شوند که خوشبختی آنان در گروه کمک به دیگران است بر همان اساس عمل می کنند. اعتقاد ماست که باعث می شود یک عمر احساس بدبختی کنیم و یا برعکس زندگانی خود را با خوشی بگذرانیم. عقیده سبب می شود که یک نفر انیشتین شود و یک نفر به یا یک نفر به صورت قهرمان درآید و نفر دیگر نداند که اصلا چرا به این دنیا آمده است اعمالی که اطرافیان شما انجام می دهند بر اساس چه اعتقاداتی است شما با همکارانتان در چه مواردی اشتراک عقیده دارید با فرزندان یا والدینتان در چه مواردی هم عقیده اید در چه زمینه های اختلاف عقیده دارید هرگاه اتفاقی برایتان بیفتد مغزتان بلا فاصله دو سوال را مطرح می سازد. اول اینکه آیا این اتفاق به معنی رنج است یا به معنی لذت دوم اینکه برای دوری از رنج و کسب لذت چه باید بکنم پاسخ این پرسش ها بسته به این است که درباره موجبات رنج و لذت چه عقایدی داشته باشید این عقاید کلی به منزله راه های است که باعث می شود بسیاری از امور روزمره را به انجام رسانیم و در عین حال همین عقاید میتواند زندگی ما را به کلی محدود سازد. به عنوان مثال، کسی که به طور اتفاقی در کاری شکست خورده است، ممکن است نتیجه بگیرد که بیلیاقت است و متاسفانه همین تعمیم دادن هاست که باعث می شود نسبت به آینده خوشبین یا بدبین باشیم. به یکی از عقاید محدود کننده ای که درباره خود یا فرد دیگری دارید فکر کنید. آیا برای درستی این عقیده دلیل کافی دارید؟ آیا موارد استثنایی هم ممکن است وجود داشته باشد؟ آیا ممکن است این عقیده کلی شما بیش از حد کلی باشد؟ هیچ چیزی در زندگی به خودی خود دارای معنا نیست. این شمایید که به آن معنا می دهید. یکی از شگفتی های وجود انسان این است که می تواند برای هر واقعه چنان اهمیتی قائل شود که نیرو بخش و یا نابود کننده باشد. بعضی از مردم تنها یکی از وقایع تلخ گذشته را در نظر می گیرند و میگویند به علت این تجربه دیگر احساس عشق یا کمال نخواهم کرد و بعضی دیگر عین همان واقعه را طوری تعبیر می کنند که نیرو بخش است. از آنجا که نسبت به من بی شده است، نسبت به نیازهای دیگران حساسم یا از آنجا که فرزند خود را از دست داده ام تلاش می کنم تا امنیت بیشتری را در جهان برقرار کنم همه ما قادریم هر واقعی را طوری معنی کنیم که امیدوار کننده و نیروبخش باشد یکی از تجارب گذشته خود را در نظر آورید و با معنای تازه‌ای که به آن می دهید انقلابی در زندگی خود به وجود آورید اعتقادات قدرتی نابود کننده دارند از آنجا که اعتقادات تأثیر عجیبی بر زندگی ما دارند، لازم است که این سه مسئله را درک کنیم. یک، اغلب ما عقاید خود را آگاهانه انتخاب نمی کنیم. دو، عقاید ما غالبا بر پایه تفسیر غلط وقایع گذشته است. 3. پس از آنکه عقیده ای را پذیرفتیم، آن را وحی منزل می پنداریم و فراموش می کنیم که آن عقیده فقط یک نقطه نظر است. آیا عقایدی دارید که به درستی آنها یقین داشته باشید؟ آیا نظرات دیگری هم هست که با عقیده شما مخالف و احتمالا درست باشند؟ اگر شما صاحب این عقیده بودید، چه تغییری در زندگیتان ایجاد می شد؟ اعتقاد عبارت است از احساس اطمینان نسبت به درستی چیزی. مثلا اگر به هوشمندی خود اعتقاد داشته باشید، این اعتقاد صرفا یک نظریه نیست. بلکه احساس اطمینان می کنید چه فرد باهوشی هستید. این احساس اطمینان از کجا آمده است؟ هر فرض یا نظر را به صورت رویه میزی در نظر بگیرید. اگر میز پایه نداشته باشد به چیزی متکی نیست. نظریه هم در صورتی به صورت عقیده در میآید که پایه هایی داشته باشد. این پایه ها که موجب اطمینان می شوند امدتن ناشی از تجارب مرجع هستند. مثلا اگر معتقد باشید که فرد باهوشی هستید، احتمالا تجارب قبلی شما، مثلا نمرات زمان تحصیل و یا اظهار نظر دیگران باعث این عقیده شده است. البته ما برای احساس اطمینان محدود به تجارب گذشته خیش نیستیم. ما نیز مانند راجر بانیستر می توانیم از قدرت تصور خود به عنوان تجارب مرجع استفاده کنیم. و نسبت به کارهایی که هنوز انجام نداده ایم در خیشتن احساس اطمینان به وجود بیاوریم. می توانیم هر تئوری را به عقیده مبدل کنیم به شرط اینکه به قدر کافی تجارب مرجع برای تایید آن تئوری داشته باشیم. کدام یک از این دو جمله صحیح است؟ 1. مردم ذاتا خوب و درستکارند. کارند. دو مردم نادرست هستند و فقط به منافع خود فکر می کنند. آیا اگر در خاطرات و تجارب گذشته خود کاوش کنید، تجارب مرجع کافی برای اثبات نادرستی و فساد مردم پیدا نمی کنید؟ اگر فکر خود را متوجه خاطرات دیگر سازید، آیا تجارب مرجع کافی برای درستکاری مردم سراغ ندارید؟ کدام یک از این دو عقیده صحیح است؟ هر نوع عقیده‌ای که برای خود ایجاد کنید، از لحاظ خودتان صحیح خواهد بود. اگر احساس اطمینانی که نسبت به چیزی داریم محکم و خلال نافذیر باشد ممکن است ما را یاری دهد که به هدفهای بزرگ دست و ممکن است ما را کور کند و نتوانیم حقایق را ببینیم حقایقی که شاید اثری همیشگی بر زندگی ما داشته باشند آیا تا کنون با کسی برخورد کرده اید که به خاطر حفظ آن احساس اطمینان حاضر نباشد نظر تازه ای را بشنود؟ اگر با چشم فرد دیگری به عقاید خودتان نگاه می کردید، چه می دیدید؟ اعتقاد منشأ همه رفتارهای ماست. بعضی از اعتقادات فقط بر یکی از جنبه های زندگی ما اثر میگذارند و بعضی دیگر به جنبه های گوناگون زندگی نفوذ می کنند. به عنوان مثال، اعتقاد به نادرستی یک فرد به خصوص فقط بر روابط با همان شخص مؤثر است. اما عقیده به اینکه همه مردم نادرستند ممکن است بر بسیاری از روابط با دیگران مؤثر باشد. عقاید کلی نظیر این عقیده مبتنی بر تعمیم هایی هستند که در زمان دور و تحت شرایط فوق پیدا شدهاند. ممکن است آنها را به کلی فراموش کرده باشیم. اما امروزه به طور ناخودآگاه بر اساس همان تعمیم ها تصمیم می دیریم. عقاید کلی اثری بر زندگی ما دارند که حدی بر آن متصور نیست اما لازم نیست که این اثر حتما منفی باشد. یکی از عقاید کلی خود را عوض کنید تا تأثیر آن را بر همه جنبه های زندگی خود مشاهده کنید. بعضی از باورها از بعضی دیگر نیرومندترند. احساس اطمینان در واقع دارای سه درجه است. نظر، اعتقاد، یقین. نظرات به آسانی قابل تغییرند. زیرا مبنای آنها ادراکات و تصورات موقتی است. اعتقادات بسیار قویتر و محکمترند. زیرا اساس آنها را تجارب فراوانی تشکیل می دهد که گاه با احساسات و عواطف نیرومندی همراه است. با وجود این می توان با طرح سوالاتی آنها را تا حدی متزلزل کرد. یقین معمولا با چنان عواطف شدیدی همراه است که نه فقط انسان به درستی آن مطلب اطمینان کامل دارد بلکه نسبت به آن تعصب می‌ورزد و حاضر نیست هیچ گونه بحث منطقی را که مخالف اش باشد بشنود یقین می‌تواند اثری سازنده و نیروبخش و یا نابود کننده داشته باشد کدام یک از باورهای شما جنبه نظر دارد نسبت به درستی کدام یک اطمینان بیشتری دارید کدام یک از آنها به سطح یقین نزدیک است؟ فایده اعتقاد چیست؟ اعتقاد باعث می شود که ملاکی در دست داشته باشیم تا بتوانیم به سرعت راهی برای فرار از رنجها و کسب لذت ها پیدا کنیم. وقتی به درستی چیزی عقیده پیدا کردیم، دیگر لزومی ندارد در هر موردی کار را از ابتدا شروع کنیم و درستی یا نادرستی چیزی را محک بزنیم. گاهی در لحظات اوج ترس، رنج و یا فشارهای عاطفی برای تسکین ناراحتی های خود به نوعی اعتقاد متوسل می شبید. مثلا کسی که در عشق شکست خورده است، ممکن است معتقد شود که در جهان عشق وجود ندارد. بعضی از مردم که به درستی چیزی ایمان و یقین دارند، در برابر هر عقیده مخالفی مقاومت می کنند و گاهی رنجهای فرساینده، درد انزوا، افسردگی و حتی مرگ را تحمل می کنند، اما دست از باورهای خود بر نمی دارند. شما به چه چیزهایی ایمان دارید؟ کدام یک از باورهای شما نیرو بخش و سازنده و کدام یک تضعیف کننده است؟ از آنجا که ایمان در انسان شور و شوق می آفریند، لذا موجب حرکت و فعالیت می شود. کسی که به حقوق حیوانات بسیار اهمیت می دهد، دارای اعتقاد است. اما آنکه در اوقات فراغت خود با شور و شوق بسیار به سخنرانی و آموزش مردم میپردازد و با استناد به تحقیقات و تجارب آزمایشگاهی عواقب رژیم گوشخاری را خاطر نشان می کند دارای ایمان است آیا در زندگی شما مواردی بوده است که با استفاده از نیروی ایمان قدرتی تازه برای رسیدن به هدف پیدا کرده و همه موانع را در هم شکسته باشید؟ مثلا اگر یقین داشته باشید که نباید اضافه وزن پیدا کنید، شیوه دائم و سالمی برای زندگی خود اختیار می کنید؟ اگر ایمان داشته باشید که من در هر شرایطی راهی برای رفع گرفتاری ها پیدا می کنم، خواهید دید که در سختترین حوادث نیز به شکل مناسبی عمل می کنید. اگر نسبت به عقاید سازنده خود احساس اطمینان قویتری داشتید چه تغییرات ریشه داری در زندگیتان به وجود می آمد در این باره بیاندیشید برای اینکه بتوانید عقاید صحیح خود را تقویت کنید این تمرینات را انجام دهید 1 عقیده ای را انتخاب و سعی کنید آن را به صورت ایمان درآورید دو. مرجع های تازه و قویتری را نسبت به آن عقیده در خود به وجود آورید به عنوان مثال اگر تصمیم دارید گوشتخاری را ترک کنید با افراد گیاهخوار صحبت کنید تا اثرات رژیم گیاهخواری را دریابید. 3. وقایعی را پیدا یا ایجاد کنید که احساسات شدیدی را نسبت به آن عقیده در شما ایجاد کند. مثلا اگر می‌خواهید کشیدن سیگار را ترک کنید، سری به بیمارستان ها بزنید و از بیمارانی که به علت کشیدن سیگار دچار عوارض شدیدی شدند عیادت کنید. چهار بر اساس اعتقاد خود عمل کنید و قدمهایی کوچک یا بزرگ بردارید. مطالعه زندگی اشخاص چند شخصیتی اثرات نیروی عقیده را نشان می دهد. این افراد به علت عقیده محکمی که دارند و قویین فکر می کنند که شخص دیگری هستند تغییراتی جسمانی نیز در آنها به وجود می آید، که کاملا محسوس و چشمگیر است رنگ چشم آنان عوض می شود بعضی علائم جسمانی در چهرهشان پدیدار یا ناپدید می شود و حتی به طور موقت دچار بیماری هایی از قبیل مرض قند و فشار خون می شود. همه این آثار بستگی به این دارد که بیمار در قالب کدام شخصیت فرو رفته باشد. آیا در زندگی شما نیز دگرگونی هایی بر اثر تغییر عقیده پیدا شده است؟ راز موفقیت چیست؟ ما غالبا تصور می کنیم که موفقیت بسته به استعداد و نبوغ است، با وجود این من عقیده دارم که نبوغ واقعی این است که با تقویت ایمان و اعتقادات سازنده نیروهای عظیم درونی خود را فعال کنیم. موفقیت بیل گیتس، میلیاردر معروف، از زمانی که در دانشگاه هاروارد تحصیل می کرد پای شد. وی تعهد کرد که نرم افزاری را که هنوز نساخته بود برای کامپیوتری که هرگز ندیده بود بسازد و در موقع معینی تحویل دهد. به علت اعتماد به نفس زیاد که پایه درستی هم نداشت توانست همه منابع و نیروهای خود را به کار گیرد و با همکاری دیگران نرمافزار مزبور را با کمال موفقیت طراحی کند و ثروتمند شود. اگر ما خود را مقید کنیم که حتما به هدف برسیم و در عین حال مطلقا ایمان داشته باشیم که به انجام این کار توانا هستیم، روشن است که احتمال موفقیتمان در هر زمینه بیشتر خواهد شد. شاید گفته انیشتین از همه بهتر باشد که تصور نیرومندتر از علم است. بارها ثابت شده است که مغز ما نمیتواند میان آنچه که به روشنی به تصور درآورده ایم و آنچه که عملا اتفاق میافتد تفاوتی قائل شود. اگر این نکته را به خوبی درک کنید زندگیتان دگرگون خواهد شد. به عنوان مثال خیلی از مردم میترسند دست به کار تازه‌ای بزنند. زیرا قبلا هرگز آن کار را انجام ندادند. اما یکی از مهمترین پایه های موفقیت پیشگامان جامعه این است که علا رغم تجارب ناموفق قبلی مرتبا در ذهن خود کسب نتایج دلخواه را مجسم می سازند. بدین ترتیب احساس اطمینانی در خود به وجود می آورند که سبب می شود نیروهای خود را فعال کند و توانایی های واقعی خود را به کار گیرد. بدین ترتیب احساس اطمینانی در خود به وجود می آورند که سبب می شود نیروهای خود را فعال کند و توانایی های واقعی خود را به کار گیرند. آیا هدفی دارید که شما را به هیجان آورد اما لازمه اش این باشد که کاری را که قبلا نکرده اید انجام دهید؟ کی خیال دارید خود را در حالی که به موفقیت رسیده اید در نظر مجسم سازید؟ کسانی که می گویند واقع بین باشید معمولا افراد ترسویی هستند. این افراد غالبا در گذشته ناکامی هایی داشتند که در نظر خودشان شکست به حساب می و به همین علت می ترسند که دوباره شکست بخورند. عقاید محدود کننده ای که این افراد برای محافظت از خیش ساختند موجب تردید، نداشتن شهامت و توکل و به کار نگرفتن همه توانایی هایشان می شود. و در نتیجه دستاوردهای آنان نیز محدود است. رهبران بزرگ غالبا با معیارهای دیگران واقبین نیستند اما دقیق و هوشمندند ماهاتما گاندی معتقد بود که میتواند با شیوه های مسالمت آمیز و بدون اعمال خشونت در برابر امپراتوری انگلستان ایستادگی کند و هند را به استقلال برساند کاری که قبلا هرگز نظیرش انجام نشده بود او ظاهرا واقبین نبود اما نشان داد که فردی دقیق است آیا انتظارات تازه هیجان آور غیر واقع بینانه اما کاملا امکان پذیری وجود دارد که از آنها استقبال کنید؟ اگر قرار باشد که اشتباهی بکنید، بهتر از اشتباهاتتان این باشد که به قابلیتهای خود بیش از حد بها دهید، زیرا ممکن است همین امر موجب موفقیتتان شود. یکی از تفاوتهای افراد خوشبین و افراد بدبین این است که افراد بدبین توانایی و مهارت‌های خود را با دقت اندازه گیری می کنند. اما افراد خوشبین رفتارهای خود را مؤثرتر از آنچه واقعا هست میپندارند. در نتیجه افراد بدبین به کوشش بیهوده دست نمیزنند و همین که دلیلی منطقی برای ادامه کار وجود نداشته باشد کارها را رها می کنند. با وجود این تصورات مثبت افراد خوشبین روحیه لازم را در آنها به وجود می آورد و در اثر پشت کار سرانجام مهارت لازم را پیدا می کنند. یعنی ظاهرا ارزیابی های غیر بینانه موجب کسب مهارت می شود. به یاد داشته باشید که گذشته مساوی آینده نیست. اگر بخواهید در جهت هدفی که زمانی به نظرتان غیر ممکن می آمد قدمی بردارید، آن قدم کدام است؟ شکل زندگی ما بیش از هر چیز بسته به این است که چگونه با بدبختی های خود کنار بیاییم. افراد موفق معمولا مشکلات را امری گذرا می بینند. در حالی که اشخاص شکست خورده معمولا کوچکترین مشکل را امری همیشگی می دانند. اگر چنین فکر کنیم، اولین قدم را برداشته ایم تا در دامی که روانشناسان ناتوانی آموخته می نامند بیفتیم. سه پندار است که این ناتوانی را ایجاد می کند. یک، مشکل جنبه دائمی دارد، است. دو، مشکل فراگیر است، به یک زمینه معین محدود نیست، سه، مشکل ذاتی است و در وجود ما عیبی وجود دارد که نمی توان از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کرد. در چند روز آینده، راه های چاره این باورهای تضعیف کننده را بررسی خواهیم کرد. فعلا برای مقابله با اولین پندار، به خاطر داشته باشید که این نیز بگذرد. اگر پشت کار داشته باشید، همیشه راهی پیدا خواهید کرد. ما قادریم مشکلات را در نظر خود بزرگ یا کوچک جلوه گر سازیم. اما افراد موفق با استفاده از همین توانایی از دام مشکل فراگیر می گریزن. آنها مثلا به جای اینکه بگویند پرخوری همه اندام های بدن مرا از کار انداخته است میگویند در زمینه عادات غذایی مشکل کوچکی دارم. اما کسانی که فکر می کنند مشکل آنان فراگیر است گمان می کنند که چون در زمینه معینی به موفقیت نرسیدند پس اصولا فرد شکست هستند در اثر این تعمیم به کلی احساس ناتوانی می کنند برای غلبه بر این عقیده غلط که چون یک مشکل بر همه جهاد و جوانب زندگی اثر می گذارد، باید بلا فاصله به حل بخشی از مشکل بپردازید حتی اگر آن بخش بسیار ناچیز باشد همکنون این کار را شروع کنید افراد خوشبین از شکست خود درس می گیرند و طرز فکر خود را اصلاح می کنند. افراد بدبین شکستها را به خیشتن نسبت می دهند و تصور می کنند که شکست جزو خصوصیات ذاتی آنهاست. از آنجا که این افراد هویت خود را به مشکلات زندگی پیوند می دهند، لذا گرفتار می شوند. آیا این اشخاص می توانند تمام زندگی خود را به سرعت دگرگون کنند؟ هرگز مشکلات را به شخص نسبت ندهید. مشکلات را وسیله‌ای برای کسب تجربه در نظر بگیرید و با استفاده از این تجارب راه خود را به سوی هدف باز کنید و به خاطر وجود مشکلات ممنون و شکرگزار باشید. برای رسیدن به هر موفقیت فردی، ابتدا باید تغییری در باورهای خود ایجاد کرد. با عقاید محدود کننده چه باید کرد؟ بهترین راه آن است که با طرح هایی آنها را سست کنید. و در احساس اطمینان خود تزلزل به وجود آورید. مغز شما همیشه می خواهد که شما را از رنج ها بر کنار نگه دارد. پس به نتایج منفی که آن اعتقاد برایتان به بار آورده است فکر کنید و از خود بپرسید یک اکنون که درباره این عقیده فکر می کنم چه جنبه های مضحک، مسخره و احمقانه ای را می توانم در آن پیدا کنم. دو این عقیده تا کنون به چه قیمتی برایم تمام شده است؟ چه محدودیت هایی در گذشته برایم ایجاد کرده است؟ 3. اگر در عقیده خود تجدید نظر نکنم و آن را تغییر ندهم، در آینده چه زیان هایی را متحمل خواهم شد؟ پاسخ به این نوع سوالات باعث می شود که احساسات عذاباوری را با عقیده قدیم خود پیوند دهید و زمینه را فراهم کنید تا عقیده سازنده ای را جایگزین آن عقیده نامطلوب سازید. آدمی برای خوشبخت بودن باید احساس کند که دائما در حال رشد است و برای موفق شدن در دنیای بازرگانی امروز شرکت ها باید به طور مداوم پیشرفت کنند. روشن است که ما باید پیشرفت مداوم را اصل زندگی خود قرار دهیم نه اینکه به فکر هدفهای های گذرا باشیم. این مفهوم را در ژاپن با کلمه کایزن بیان می کنند که به معنی تمرکز و توجه دائم به بهبود کیفیت کالا و خدمات است من پیشنهاد کنم که ما آمریکاییان نیز به پیشرفت دائم و پایان ناپذیر کنای مقید باشیم اگر ما به طور معمول توجه خود را به بهبود چیزهایی معطوف کنیم که در حال حاضر هم ممکن است عالی باشند ببینید این روحیه چه تغییراتی در خانواده ها شرکت ها و جوامع به وجود می آورد به نظر شما چگونه میتوان فلسفه کن‌آی را به سرعت عملی کرد تنها چیزی که در زندگی باعث خاطر جمعی واقعی می شود این است که بدانیم هر روزی که میگذرد به نوعی پیشرفت می کنیم من نگران این نیستم که کیفیت زندگی خود را بتوانم در همین سطحی که هست نگه دارم چرا که هر روز سعی می کنم تا آن را بهتر از روز پیش سازم یکی از رموز موفقیت افسانه‌ای پت رایلی مربی بسکتبال اعتقاد به پیشرفت مداوم و تدریجی است. وی در سال 1986 با مشکل بزرگی روبرو شد. تیم او معتقد بود که نهایت تلاش خود را به عمل آورده است. اما با این همه در سال پیش در زمینه قهرمانی موفقیتی به دست نیاورده بودند. برای بهبود وضع تیم، وی بازیکنان را مجاب کرد که اگر هر فرد در هر یک از پنج مهارت اصلی فقط یک درصد پیشرفت کند، تیم به قهرمانی خواهد رسید. زیرا تیم دوازده نفره در آن صورت مجموعاً شست درصد بهتر خواهد شد. رمز موفقیت این طرح در سادگی آن بود. هر کسی یقین داشت که میتواند حداقل به میزان یک درصد مهارت خود را در هر زمینه افزایش دهد. اگر شما به طور مداوم پیشرفت های کوچکی بکنید، سرانجام به چه هدفی می توانید برسید؟ افکار، اعمال و تصمیمات روزمره شما تابع چه عقایدی است؟ این تمرین را انجام دهید تا به تأثیر نیروی عقیده بر خود پی ببرید. 1. در بالای یک صفحه کاغذ بنویسید عقاید سازنده و نیروبخش و بر بالای صفحه دیگر بنویسید عقاید ضعیف کننده و محدود کننده. دو، ظرف ده دقیقه در روی این دو صفحه عقاید خود را پیاده کنید و هرچه به نظرتان می رسد، بنویسید. سه، هنگام تفکر هم به عقاید خاص و هم به عقاید کلی توجه داشته باشید. خصوصا به عقایدی که با اگر آغاز می شوند توجه کنید. مثلا اگر دائما از همه امکانات خود استفاده کنم موفق خواهم شد. یکی از موثرترین راه‌های بهبود زندگی آن است که عقاید مثبت و سازنده خود را بشناسیم. آنها را تقویت کنیم و از آنها در جهت عملی ساختن رویاهای خود استفاده نماییم. یک فهرستی را که از عقاید سازنده و محدود کننده تهیه کرده اید بررسی کنید. سه فقره از مهمترین عقاید نیروبخش را مشخص سازید. دو، دقیقا مشخص کنید که چرا و چگونه این عقاید شما را نیرومند می سازد. به چه طرقی این عقاید موجب تقویت روحیه و شخصیت و بالا بردن کیفیت زندگیتان می شود. اگر این عقاید را محکمتر کنید، چه اثرات بزرگتر و مثبتتری خواهند داشت؟ 3. بعضی از این عقاید نیروبخش و یا همه آنها را به صورت یقین و ایمان درآورید. چنان اطمینان خدش ناپذیری به آنها پیدا کنید که رفتارتان را تحت تأثیر قرار دهد و شما را در جهت مقصودی که دارید هدایت کند. اکنون بر اساس ایمان خود عمل کنید. اکنون هنگام آن است که از شر عقایدی که دیگر به دردتان نمیخورد خلاص شوید. 1. دو فقره از محدودترین عقاید را مشخص کنید. دو با طرح های پایه های این عقاید را متزلزل سازید این عقیده چقدر مسخره و بیمنی است؟ آیا کسی که این سخن را به من گفته است سرمشق خوبی است؟ اگر این عقیده را حفظ کنم چه زیانهای عاطفی متوجه من خواهد شد؟ این عقیده از نظر جسمی، مالی و یا رابط با دیگران به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد؟ این عقیده چه ضررهایی برای خانواده و افراد مورد علاقه من خواهد داشت؟ سه، آثار و عواقب منفی این عقاید را در نظر مجسم کنید. یک بار و برای همیشه تصمیم بگیرید که دیگر بهای سنگین این عقاید را نپردازید. چهار، دو عقیده تازه را که میخواهید جایگزین عقاید قبلی کنید، بنویسید. 5. عقاید تازه و نیروبخش را تقویت کنید. منافع بیشماری را که از داشتن این عقاید نصیبتان خواهد شد، در نظر مجسم سازید. اثر نیروی انتظار در بهبود عمل کرد امروزه به اثبات رسیده و به اثر پیگمالیون معروف است. برای تحقق این موضوع بعضی از دانش آموزان یک کلاس را انتخاب کردند و به معلمان آنها گفتند که آنها دارای استعداد ای هستند و باید بیشتر مراقبشان باشند تا استعدادشان شکوفا شود. پس از چندی این دانش آموزان جزو بهترین شاگردان کلاس شدند. اما کسی نمیدانست این دانش آموزان که به عنوان نابغه معرفی شده بودند در واقع فرقی با بقیه نداشتند و حتی بعضی از آنها جزو شاگردان ضعیف به شمار می آمدند. چه عاملی باعث شد که این دانش آموزان به صورت افراد متفاوتی درآیند؟ اعتماد به نفس و اطمینان تازه‌ای که به برتری خود پیدا کردند و آن نیز در اثر عقاید اشتباهی بود که معلمان کم کم در فکر آنان تزریق کرده بودند. آیا به اهمیت اعتقاداتی که درباره خود یا دیگران دارید واقفید؟ اگر در اثر ایمان قوی می توانستید استعدادهای وسیع خود را به کار گیرید، قادر به انجام چه کارهایی می شدید؟ بخش چهارم، پرسش، کلید پاسخ است. در میان آگاهی های انسانی، نیروی پرسش به منزله اشعه لیزر است. از این نیرو برای برطرف کردن هر گونه مانع و مشکل استفاده کنید. نخستین فرق میان افراد موفق و ناموفق چیست؟ موضوع بسیار ساده است. افراد موفق سوالات بهتری از خود پرسیدند و در نتیجه پاسخهای بهتری نیز گرفتند. هنگامی که اتومبیل متولد شد، صدها نفر دست به ساختن آن زدند. اما هنری فورد با دیگران فرق داشت و از خود پرسید چگونه میتوانم این ماشین را به تولید انبوه برسانم. در اروپای شرقی میلیون نفر در زیر یوغ آهنین کمونیسم رنج کشیدند اما یک نفر به نام لخ والسا شهامت داشت که از خود پرسید چگونه میتوانم معیارهای زندگی مردان و زنان کارگر را بالاتر ببرم اگر به توسن خیال خود میدان دهید چه پرسش هایی در ذهنتان مطرح می آیا با این اظهار نظر موافقید یا مخالف تفکر چیزی غیر از پرسیدن و پاسخ دادن به پرسش ها نیست برای اینکه در مورد همین سوال نظر موافق یا مخالف بدهید حتما از خود پرسیده اید آیا این موضوع درست است یا نه و یا آیا من با این گفته موافقت دارم بیشتر تفکرات ما خواه در زمینه ارزیابی باشند خواه در زمینه تصور و یا تصمیم گیری متضمن نوعی پرسش و پاسخ هستند پس اگر می خواهیم کیفیت زندگانی خود را تغییر دهیم، باید تغییری را در سوالاتی که از خود یا دیگران میپرسیم به وجود آوریم. کودکان قهرمانان همیشگی طرح پرسشند. اگر از سادگی و کنجکاوی کودکانی که به گرفتن پاسخ اصرار دارند تقلید کنید، چه چیزهایی را به دست می آورید؟ کارهایی که تا کنون در زندگی خود کرده هم، همه ناشی از مطالبی بوده است که از خود پرسیدم. علت کارهایی که مردم می کنن چیست؟ چرا بعضیها ها علا رقم نداشتن امکانات در زندگی خود موفق می شوند و بعضی دیگر با وجود در اختیار داشتن منابع بیشتر ناموفق می مانند؟ چگونه میتوانیم از افراد موفق سرمشق بگیریم؟ چگونه میتوانیم راحتتر و سریعتر از گذشته تغییراتی را در خود به وجود آوریم؟ چگونه می کیفیت زندگی همه افراد را بهتر سازیم؟ پرسش های اساسی که زندگی کنونی شما را شکل داده است کدام است؟ پرسش های خوب زندگی خوب را به وجود می آورد. شرکت های بازرگانی هنگامی در کار خود موفق می شوند که تصمیم گیرندگانشان پرسش های صحیحی در زمینه خطوط تولید، بازار یا برنامه ریزی های هدفمند مطرح می کنند. روابط شخصی افراد هنگامی شکوفا می شود که پرسش های صحیحی درباره علت بروز اختلاف و نحوه حمایت از یکدیگر مطرح کنند نه اینکه راههایی برای آزردن یکدیگر بیاندیشند جوامع نیز هنگامی به رفاه می رسند که رهبرانشان درباره مهمترین مسائل و نحوه همکاری افراد جامعه برای رسیدن به هدفهای مشترک سوالات صحیحی طرح نمایند برای این که هر یک از جنبه های زندگی خود را بهبود بخشید، می توانید سوالاتی را مطرح کنید و پاسخها یا راه را بیاندیشید که شما و عزیزانتان را از نظر موفقیت و لذت به سطحی بالاتر برساند. آیا لازم می سوالاتی را در زمینه کیفیت زندگی، اراده، تعهد و خدمت به دیگران مطرح کنید؟ اثرات جنبی و زنجیری پرسش خارج از حد تصور ماست. اگر توانایی ها و محدودیت های خود را مورد سوال قرار دهیم، بسیاری از دیوارها فرو می ریزند و موانعی که بر سر راه موفقیت های بازرگانی، روابط شخصی و حتی روابط بین کشورها وجود دارد، از بین می روند. به طور کلی پیشرفت های بشر بر اثر طرح پرسش های تازه بوده است. آیا می توانید پرسش های تازه ای از خود بکنید که زندگی امروزیتان را بهبود بخشد؟ بحثی نیست که ظرفیت مغز ما شگفت انگیز است. در واقع اگر بخواهیم کامپیوتری بسازیم که ظرفیت نگهداری اطلاعات آن به اندازه مغز انسان باشد، چنین کامپیوتری به اندازه دو برابر ساختمان مرکزی بازرگانی جهانی به فضا احتیاج خواهد داشت. با وجود این، اگر ندانیم چگونه به منابع ذهنی خود دسترسی پیدا کنیم و از ذخایر عظیم اطلاعاتی خود بهره شویم، آن همه ظرفیت مغزی بیفایده خواهد بود. با تشکر و سپاسگزار از اینکه این ویدیو را تماشا کردید. امیدوار هستم که ویدیوهای ما باعث الهام و تشویق شما شود. همچنان فراموش نکنید که تگمه لایک و سابسکرایب کنید. بنابراین ما هر روز ویدیوهای جدید را برای شما بارگذاری میکنیم تا باعث الهام و تشویق بیشتری شما شود و همچنان دوست دارم که در کامنت بنویسید که این ویدیو چگونه باعث تشویق شما شده است ما دوست داریم بیشتر از شما بشنویم تشکر از شما